سرخط خبرها محمد یزدی قاضی القضاتی که ویرانه تحویل داد. رضایی سلاح استفاده شده در ترور فخری‌زاده متعلق به ناتو است. لطفا پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. محمد یزدی از یک نظر به گروهی از روحانیان تعلق داشت که چندان با روح الله خمینی هم مشرب نبودند، اما بعداً در دوره رهبری علی خامنه‌ای به همه نوع مکنت و دولت دست یافتند. با این حال وضع او با دیگر اعضای این گروه تفاوت‌هایی داشت و دو رویداد باعث شدند او در دوران خمینی نیز به مناصبی دست یابد. بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 57 در بدو ورود به قم در خانه محمد یزدی ساکن شد و همین برای او کارت امتیازی شد که بلا فاصله با ریاست دادگاه انقلاب قم نقدش کرد. همچنین گفته می شود این که خمینی سرانجام در تیر 67 یزدی را به عضویت در شورای نگهبان منصوب کرد. نوعی دلجویی از او بود پس از کتک خوردنش در مهدیه تهران. سخنرانی یزدی در شب 19 ماه رمضان سال 67 در مهدیه تهران با درگیری و اختلال مواجه شد. هواداران میر حسین موسوی نخست وزیر وقت یزدی را متهم کردند که هیچ سابقه ای در همراهی با انقلاب و امام نداشته است، اما از سوی جامعه روحانیت به عنوان سرلیست انتخابات مجلس سوم معرفی شده است. به هر روی خمینی کمتر از یک سال پس از صدور این حکم درگذشت و یک تازی یزدی در عصر خامنه‌ای اوج گرفت. محمد یزدی در این دوران بود که به قول صادق لاریجانی خودش را قیم حوزه‌های علمیه دید، به همه امر و نهی کرد، مرجع تعیین و اصل کرد و البته در کاخ ساکن می‌شد و اتهامات گسترده درباره فساد اقتصادی خود و پسرش را بی پاسخ می‌گذاشت. نگاهی به برخی بزنگاه‌های زندگی 89 ساله یزدی شاید تصویری روشن‌تر از شخصیت او به دست دهد. محمد یزدی میداندار اصلی در طراحی یورش به خانه محمد کاظم شریعت مداری مرجع تقلید در سال 60 بود. یزدی در خاطراتش به صراحت تایید می کند که حاج غلام را مأمور کرده است که به دارالتبلیغ شریعت مداری حمله کند و حوادث بعدی را برای او رقم بزند. حاج غلام شخص قوی تنومندی بود که خیلی ها از او می ترسیدند و سرش درد می کرد برای کارهای بزنبهادری. هر وقت هر جایی به بنبست کشیده می شد و تکلیف احساس می کردیم به حاج غلام متوسل می شدیم و او هم خودش را ملزم می کرد تا کاری که از او خواسته ایم را تمام و کمال انجام دهد. در ماجرای خلع مرجعیت شریعت مداری نیز محمد یزدی یکی از میدانداران بود. آیت الله شریعت مداری سال 60 در نامه‌ای با آیت الله خمینی نوشت کارد به استخوان رسیده و اگر مقصود بی آبرویی کردن بوده به کلی حاصل گردید و اگر مقصود سلب مرجعیت است به مقصود رسیدند. آیت الله شریعت مداری سال 60 در نامه‌ای با آیت الله خمینی نوشت کارد به استخوان رسیده و اگر مقصود بی آبرویی کردن بوده به کلی حاصل گردید و اگر مقصود سلب مرجعیت است به مقصود رسیدند. حدود 16 سال بعد در ماجرای مشابه نیز بار دیگر محمد یزدی از جمله میدانداران بود. حمله به خانه حسین علی منتظری 23 آبان 76 درست چند روز بعد از سخنرانی منتظری درباره حکومتی شدن مرجعیت گروهی به خانه و دفتر او حمله بردند و کتاب و کاغذ پاره کردند و اساسی موجود را شکستند. منتظری در خاطراتش می نویسد بر حسب اخبار واصله موثقه آتش بیار معرکه رئیس قوه قضاییه وقت محمد یزدی که باید مظهر قانون و عدالت باشد بوده است. علی خامنه‌ای کمتر از 2 ماه پس از آغاز رهبریش محمد یزدی را به ریاست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گمارد و او از سال 68 تا 78 در این مقام بود. درباره دوره 10 ساله قاضی القضاتی یزدی تحلیل‌های مختلفی صورت گرفته است، اما ماندگارترین عبارت را رئیس بعدی دستگاه قضا محمود هاشمی شاهرودی گفت: ما وارث یک خرابه و ویرانه
در بخش مالی، قضایی و قوانین در این قوه ایم و باید کمر همت ببندیم تا با عزم و اراده آهنین اعتبار قوه قضاییه را بازگردانیم. البته چند سال بعد حسین لقمانیان نماینده مجلس در نطقی که به دلیل آن بازداشت شد به هاشمی شاهرودی گفت ویرانه را ویرانه تر کردی. یکی دو نفر هم از جمله سعید مرتضوی گفتند منظور هاشمی شاهرودی از ویرانه ساختمان دادگستری بود که بعداً با جمع شدن نوپان‌ها حل شد. به هر روی درباره آثار سویی که ریاست 10 ساله یزدی بر قوه قضاییه داشت میتوان به موارد متعددی از قبیل حذف دادسرا، بی‌ضابطه بودن قرارها که مثلا هاشمی شاهرودی از دیدن کسی در زندان با قرار بازداشت موقت 21 ساله شگفت زده شده بود و حذف پلیس قضایی اشاره کرد. گفته میشود محمد یزدی در سالهایی از ریاستش بر دستگاه قضایی با این استدلال که به میز و صندلی اعتقاد ندارد روی زمین می نشست و جلسات قضایی نیز مدتها به همین منوال برگزار می شد. یکی از خواندنی ترین منازعات جمهوری اسلامی فصلی است که بین محمد یزدی و صادق لاریجانی دعوایی تند سر گرفته. گفته می شود لاریجانی تهدید کرده است اگر روند بازداشت مدیرانش ادامه یابد به نجف کوچ خواهد کرد. یزدی در یک سخنرانی به شدت به لاریجانی تاخت و گفت اینجا هم مؤثر نبودی، چه برسد به نجف. از اینجا بود که کشمکشی بی سابقه بین دو طرف آغاز شد و هر یک به گوشه ای از فسادها و راندهای دیگری اشاراتی داشتند. لاریجانی از پرت بودن یزدی در جلسات شورای نگهبان گفت و به ضعف عقلی او اشاره کرد. نمونه ای از بدخوی او را مثال زد و نوشت جناب آقای یزدی چرا به این وضعیت افتاده اید؟ یزدی نیز در مقابل از اینکه به اسم مدرسه علمی کاخ ساختند انتقاد کرد و تلویحاً لاریجانی را متهم کرد که از زد و بندهای اکبر طبری با خبر بوده است. مخالفان یزدی که همواره او را متحجر خواندند بارها از مواضع جنجال برانگیزش مثل مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه، حرام دانستن موسیقی، مخالفت با تئاتر خیابانی، مخالفت با عضویت زرتشتیان در شورای شهر، رئیس جمهور شدن زنان، برگزاری بازی فوتبال در روز تاسوعا و غیره یاد کردند. علی مطهری هم زمانی با استناد به این مواضع رفتار یزدی را یادآور اقدامات کلیساهای کاتولیک در قرون وسطا خواند. این موضع‌گیری ها البته نطق‌های دوران پیری نبود. او همیشه چنین بود. علی مطهری هم زمانی با استناد به این مواضع رفتار یزدی را یادآور اقدامات کلیساهای کاتولیک در قرون وسطا خواند. این موضع‌گیری ها البته نطق‌های دوران پیری نبود. او همیشه چنین بود. به روایت نمایندگان مجلس اول آبان سال 61 وقتی ولایتی می‌خواست برود مسکو و در مراسم تشییع جنازه پرژنف شرکت کند، محمد یزدی می‌گفت این وحن اسلام است که یک مسلمان متدین و متعبد در تشییع جنازه یک کافر و ملحد که رئیس کفار است شرکت کند. دامنه این عقاید عجیب را در زندگی شخصی محمد یزدی هم میتوان یافت. خودش روایت کرده که یکی از دخترانش سر داشت و گاه در خیابان به زمین میخورد و ممکن بود مردی دست دخترش را بگیرد و از زمین بلند کند و یزدی که طاقت دیدن چنین صحنه‌هایی را نداشت از خداوند شفا یا مرگ دخترش را خواسته بود. محمد یزدی میگوید به مکه که رفته بود کنار کعبه دوباره از خدا چنین خواست و مدعی شد که خداوند هم در لحظه‌ای که او در کنار کعبه به خواندن درخواستش مشغول بوده جان دخترش را گرفته است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه روایتی متفاوت از کشته شدن محسن فخری‌زاده از مقامات ارشد سپاه پاسداران گفت سلاح استفاده شده در ترور محسن فخری‌زاده متعلق به ناتو است. رضایی روز چهارشنبه 19 آذر ماه در یک نشست خبری با اشاره به گزارش محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره این پرونده گفت از آنجا که جاسازی دقیقی از محل عبور فخری‌زاده انجام شده و همچنین روی سلاح صدا خفه‌کن داشته، خانواده و محافظان
صدای گلوله را نمی شنیدند. این عملیات با موفقیت همراه بوده است. پیشتر دو فرزند محسن فخری‌زاده هم در گفتگوی با سیمای جمهوری اسلامی گفته بودند که تیرهای شلیک شده به سمت پدرشان بی صدا بوده و فخری‌زاده بدون حضور مستقیم محافظانش ترور شده است. تا کنون گزارش‌های متناقض و متفاوتی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدن محسن فخری‌زاده منتشر شده است. به تازگی علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز گفت تیرباری که برای عملیات به کار رفت ماهواره‌ای و آنلاین کنترل می‌شد. اکنون محسن رضایی در شرایطی سلاح عملیات کشتن فخری‌زاده را متعلق به ناتو می‌خواند که پیشتر شبکه پرس تی‌وی تلویزیون انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی به نقل از منبعی که نامی از آن نبرد اعلام کرد سلاح جمع‌آوری شده از محل عملیات دارای آرم و مشخصات صنایع نظامی اسرائیل بوده است. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در روز تدفین جسد فخری‌زاده گفت که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی از احتمال وقوع حادثه و محل انجام عملیات علیه او اطلاع داشتند. روز سه‌شنبه نیز امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس ایران در امور بین المللی اعلام کرد برخی عاملان اجرای ترور فخری‌زاده شناسایی و بازداشت شدند. هنوز گزارش رسمی از سوی مقام‌ها و نهادهای امنیتی مرتبط در این زمینه منتشر نشده است.